در این برنامه میخوایم که کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار در موردی شیوه های صحیح حل اختلافات بین والدین برای از ما و شما صحبت بکنن در خدمت شما از تشکر سلامت بشین خب در برنامه قبلی هم دوستای عزیز خدمت رو کردیم که داشتن اختلاف در زندگی زن و شوی یک امر کاملا طبیعی بله بله. هیچ کس نمیتونه بگه که ما زندگی هیچ مشکل نداریم هیچ اختلاف نداریم و صد فیصد با هم دیگه توافق داریم دوست. خب داشتن اختلاف عیب نیست ولی روش درسته که ما ای اختلاف حل کنیم ای تعارض حل کنیم ای بسیار مهمه ما در برنامه قبل خود من جان کردیم که بسیاری از ماها رویش ها و شیوه های نادرست اختلاف خود حل میکنیم مثل قهر کردن بود لجبازی بود تخریب شخصیت بود یا فرار از مشکلات بود و یا اینکه اجتناب و دوری که به زمان باگذار میکنیم اینو شیوه هایی بود که ما قبلی گپ زدیم و گفتیم که مشکلی را حل نمیکنه بکنن دهی برنامه انشالله میخوایم دمی شیوه های درست حل اختلاف رو بیان کنیم ببینید دوستان عزیز مهارت حل اختلاف بسیار یک مهارت مهم و کلید در زندگی زن و شوهری که باید این مهارت انشالله ما کسب کنیم چرا که ما الگو برای اولادای خود هستیم مم. اگر ما به عنوان پدر و مادر این مهارت داشته باشیم و اختلافات زندگی خود را بسیار اصولی منطقی با مهارت حل کنیم نتیجه میشه که اولاد ما یاد میگیره همین الگو را با در زندگی شخصی خود پیاده میکنه و اگر دوچار مشکلات شد میتونه با همین مهارت هایی که از پدر و مادر یاد گرفته و در زندگی خانوادگی خود دیده تجربه کرده در زندگی شخصی خود پیاده کنه باید. عالم مهارت ها چی هست ممکنه بسیار دوستای ما بپرسه که چی مهارت های مهارت درستی هست چی رقم ما اختلاف زندگی خود حل کنیم که نتیجه خوب داشته باشه نتیجه مطلوب داشته باشه ببینید دوستای عزیز اگر شما ای مهارت این مهارت کسب نکنین دو ضرر به شما میرسونه اول اینکه اختلافات شما بیشتر میشه چون درست. راه درستش رو بلد نباشیم صد درصد اختلاف بیشتر میشه و گاهی وقتا انقدر اختلاف زیاد میشه که ممکنه باعث دوری والدین و حتی به طلاق و جدایی والدین هم برسه متاسد. خیلی آه. از زندگی هایی که ما بررسی کنیم که چرا به طلاق رسته وقتی بررسی میکنیم به این زندگی ها میبینیم که اینا همین رویش درست اختلاف بلد نبوده بسیار سر یک موضوع کوچیک بسیار سر یک موضوع ناچیز اختلاف شروع شده و آنقدر این بزرگ شده بزرگ شده که به نتیجه جدایی رسیده به طلاق رسیده در حالی که اگر می زوج می نمیدانست اختلاف و با چه شیوه درست حل کنه هیچ وقت به اینجا ها نمیرسید خب انشالله موضوع برنامه ما ای که مهارت کسب کنیم که چرا هم اختلاف حل بلد. کنیم بلد. یک از مهارت هایی که بسیار مهم است و بسیار رواج داره مذاکره مذاکره یعنی چی دوست یعنی گپ زدن گپ زدن منطقی یعنی من و شما که اگه اختلاف داریم سر یک موضوعی با هم تفاهم نداریم سر یک موضوعی جنجال کردیم زن و مرد حاضر شود برای نجات زندگی برای نجات اولادای خود سر این مسئله گپ بزنن بسیار اصولی انسانی سر این موضوع صحبت کنه خب ببینی بسیاری از مشکلات حتی مشکلات بین کشورها مشکلات بین دولت ها با مذاکره حل میشه درسته خب از زندگی خانوادگی هم شروع میشه بسیار از مشکلات در زندگی خانوادگی باید با مذاکره حل شود یعنی دو تا انسان منطقی اصولی کنار هم بشینه و در مورد همین موضوع گپ بزنه که موضوع مورد اختلاف ما چیه